سلام آقای باستانی، خوش آمدید به برنامه دیدبان. مستند جام زهر واکنش های بسیار زیادی داشت، خیلی ها تشکر کردن، یعنی شاید تعداد کسانی که تشکر کردن خیلی بیشتر از کسانی بود که انتقاد کردن، ولی خب واکنش ها هم زیاد بود، یعنی رسانه های ایران، مطبوعات ایران به این مستند واکنش نشون دادن. ولی خب ما توی برنامه دیدبان همیشه قصد داریم که انتقادا رو مطرح کنیم و به اون سوالات جواب بدیم. یکی از چیزایی بود که چرا الان و چرا خواستید بگید که ایران فرصت سوزی کرده، اونم تویش برهه ای از زمان که ایران انقدر تحت فشار از سمت آمریکا، چی رو میخواستید القا کنید؟ ببینید، معمولا وقایع تاریخی بزرگ رو وقتی که ما میخواییم راجعشون یک کار ویژه‌ای انجام بدیم لابد با مضربای 10 یا 5 دیگه، یعنی مثلا 20مین سال، 25مین سال، 30مین سال، معمولا ما نمیگیم به مناسبت 29مین سال مثلا یک واقعه میخوایم کار ویژه ای انجام بدیم. اینم 30مین سالگرد قطعنامه 598 بوده. فرض کنید که 5 سال قبل انجام میشد، یعنی ما الان در واقع تیر 97 هستیم، میرفتیم مثلا تیر 92 میشد، زمانی که آقای روحانی تازه انتخاب شده میخواد بره تو دل مذاکرات هسته‌ای، لابد اون وقت هم میشد گفتش که خب الان در شرایطی که نظام میخواد یک در واقع جام زهری سر پرونده هسته‌ای بنوشه، خب یک عده دارن زمینه روانیش آماده میکنن. فرض کنید 5 سال قبلش میخواست انجام بشه، یعنی تیر در واقع 87، آخرین سال آقای احمدی نژاد، وسط تحریم های شورای امنیت، همه دارن خودشون آماده میکنن برای انتخابات 88 که این رئیس جمهور بذارن کنار، مثلا یک کسی دیگه بیاد، حالا فارغ از این که نتیجه چی بشه. در اون زمان هم به هر حال میشد گفتش که داره زمینه سازی میشه برای یک جام زهر دیگری در اون فقره. باز 5 سال اگه قبلش میخواست انجام بشه، البته حالا دیگه ما که دیگه در اون زمانه که نبود، ایران بودیم، ولی باز تیر مثلا فرض کنید که 82 میشد، یعنی زمانی که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی ایران در آستانه توافق پاریس بود، یعنی همون جایی که در واقع ایران به صورت داوطلبانه عقب کشید از فعالیت‌های هسته‌ای غنی‌سازی. خلاصه کلام همیشه ایران در یه بحرانی بوده. بله، به عبارت دیگه من تصورم اینه که شاید خیلی از کسانی که میگن چرا حالا، البته خیلی از کسان افراد خب سوال موجهی رو دارن مطرح میکنن، اما برای خیلی از کسان دیگه من جمله اونهایی که مدافع نحوه اداره جنگ هستن، هر زمان این سوالات مطرح بشه نامربوطه، یعنی این سوالات انگار که هرگز نباید مطرح بشه. سوال دیگه این بوده که حرف تازه این مستند چی بوده؟ ببینید، بخش زیادی از بحثایی که در مستند مطرح شده به هر حال جمع‌بندی نکاتی که در رسانه‌های مختلف بوده، ولی خب نحوه در واقع کنار هم چیدن اینها به صورت منسجم نشون میداده که سیر وقایع به چه صورت بوده. اما بحث‌های جدید هم داشته، به عنوان نمونه این که وقتی که جنگ تموم شده، این که وقتی که در واقع خرمشهر آزاد شده و عقب نشینی های بعدی عراق صورت گرفته، 1400 کیلومتر از خاک ایران در اشغال عراق باقی میمونه و بعد خب گفته میشه که ما باید اینها رو آزاد کنیم، جنگ ادامه پیدا میکنه، آخر جنگ در شرایطی آتش بس برقرار میشه که اون 1400 تا شده 2663 تا، اگر کسی برنامه تلویزیونی مستندی چیزی میشناسه در هیچ کدوم از شبکه‌های داخل که به این موضوع نزدیک شده، خب من مایلم بدونم کجا بوده. فکر میکنم که هرگز پرداخته نشده بهش. این که یه اشارات کلی که به هر حال یه چیزی از خاک ایران در دست عراق میمونه، اینها ممکنه اینها باشه، ولی در واقع عمق داستان و ابعادش قطعا گفته نشده. و نمونهش هم این که مثلا بحثایی که من در ماهای پیش میدیدم روی شبکه‌های اجتماعی، مثلا داره اینطوری مطرح میشد که خب اگر که بعد از خرمشهر قرابو جنگ تموم بشه، پس طلایه چی میشد، پس شلمچه چی میشد، پس مثلا نفتشهر چی میشد، پس فکه چی میشد. خب این کم کم این فکر رو تو ذهن من انداخت که انگار کسانی که این حرفا رو میزنن، اون عزیزان تصورشون اینه که آخر جنگ اینا آزاد شده بوده که دارن میگن پس اونا چی شد. به نظرم همین که اینها توضیح داده بشه که خب مثلا همین مناطقی که ما ذکر میکنیم، اینها واقعا تا آخر جنگ در اشغال عراق موندن و 2 سال بعد از جنگ، یعنی در آستانه درگیری عراق سر جنگ کویت بود که اینها عقب نشینی صورت گرفت، فکر میکنم اینها چیزهایی نبوده که بخش قابل توجهی از افکار عمومی ازش مطلع بوده باشن.
سوال دیگه در مورد مصاحبه ها بوده. گفتن که شما گلچین کردین مصاحبه ها رو و تیکه های رو استفاده کردین و چرا مثلا از یک مصاحبه یه تیکش استفاده کردین یه تیکه دیگه اش استفاده نکردین؟ مبنا و دلیل مثلا گزینش شما بر چه اساسی بوده؟ ببینید، مصاحبه هایی که مورد استفاده قرار گرفتن، البته اگر قرار بوده که همشون بیاد یا قسمت زیادشون بیاد، خب لابد مستند به جای 56 دقیقه مثلا میشده 10 ساعت. طبیعتاً باید یک جاهای انتخاب میشده. ولی خب سوال اینه که آیا منصفانه انتخاب شده یا نه؟ من مثال بزنم. یک موردش دیدم که در سطح شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. مصاحبه از آقای محمد جواد لاریجانی که داره میگه که وقتی که قطعنامه 598 صادر شد، آقای ولایتی میگفتش که این ترک کمانچای است و چه است، ولی بعد احمد آقای خمینی زنگ زد به من، یعنی به آقای لاریجانی، و گفتش که امام نظرش رو اینه که بگیم نه میپذیریم نه نمیپذیریم. خب اون قسمت اولش اومده توی مستند ما که آقای ولایتی این رو گفته. این دوم که احمد آقای خمینی گفته که نه میپذیریم نه نمیپذیریم، این نیومده و گفته شده خب ببینید اینجا تحریف صورت گرفته. ببینید این مستند 56 دقیقه است دیگه، یعنی 56 ساعت که نیست. اگر که کمتر از یه دقیقه جلوتر مستند رو برن افرادی که در واقع از این زاویه ایراد وارد کردن، ببینن که همون نکته رو خودم دارم میگم. یعنی اگه اجازه بدید من رو بخونم، اولین چیزی که من خودم میخونم بعد از نشون دادن این مصاحبه، اولین نریشن من اینه: سرانجام ایران 3 هفته بعد از صدور قطعنامه 598 نامه رسمی را به دبیرکل سازمان ملل میفرستد. نامه حکایت از عدم پذیرش قطعنامه دارد، هرچند آن را به کلی رد نمی‌کند. یعنی دقیقاً همین نکته که اشاره شده. حالا چرا این نکته را از زبون من اومده و نه در ادامه صحبت‌های آقای لاریجانی؟ به این خاطر که آقای لاریجانی داره یک اتهامی رو متوجه آقای ولایتی می‌کنه که موضعی داشته که مثلا فرض کنید با موضع رهبران کشور متفاوت بوده. خب ما روایت خود آقای ولایتی را باید بشنویم دیگه. بلافاصله بعد از اینکه آقای لاریجانی این رو گفته توی مستند، حالا گذشته از اینکه ما اصلا چه نظری راجع به آقای ولایتی داشته باشیم یا نداشته باشیم، بلافاصله بعدش در از یک مصاحبه دیگر صحبت‌های آقای ولایتی اومده در جواب اینکه خب موازش چطور بوده، که داره توضیح میده که مثلا دلیل اینکه من نظرم منفی بود به این قطعنامه چنین بود و چنان بود، توضیحاتی میده. طبیعتاً این باید میومده که بتونه خواننده هر دو تا روایت رو داشته باشه. البته اون نکته‌ای که ایران بعداً به چه صورت با قطعنامه برخورد کرده، خب اونو ما خودمون ذکر کردیم. این برمیگرده به چیزی که تو مستند اومده، ولی من یک توضیح هم الان خودم بدم. این چیزی که گفته شده که در واقع موضع ایران این بوده که نقبول نرد، این نه در جامعه برمالی نه در داخل ایران هیچ کس همچی ذهنیتی نداشته. جامعه برمالی که برداشتش از واکنش ایران این بوده که قبول نکرده و میره پای تحریم‌های گسترده جدید. در داخل ایران هم آیت الله خمینی 8 روز بعد از صدور قطعنامه 598 میگه که پذیرش قطعنامه 598 خیانت به رسول الله است. خیلی بعیده که کسی تصور بکنه که این حرفا یعنی اینکه ایران قطعنامه رو رد نکرده، کما اینکه برداشت جاری هم در داخل و خارج ایران همین بود. انتقاد بعدی این بوده که چرا مثلا یه چیزایی رو نگفتیم. میگن که یک عالمه عملیات انجام شده، شما مثلا چند تا از این عملیات رو انتخاب کردین و فقط در مورد اونا صحبت کردین، یا مثلا چرا در مورد نقش کشورهای غربی در این جنگ صحبت نکردین؟ البته صحبت که خب کردیم، ولی لابد منظور اینه که چرا به اندازه کافی نکردید. ببینید در این مستند کلن 19 دقیقه خورده ای، یعنی زیر 20 دقیقه من وقت داشتم که راجع به تمام موضوعات مختلف صحبت کنم، چون بقیهش که مصاحبه ها بوده دیگه. توی البته اگر خودم میخواستم وقایع اصلی جنگ رو شروع کنم تعریف کردن، لابد میتونستم 5 ساعت ضبط کنم، ولی خب من باید در کمتر از 20 دقیقه چیزهای خیلی مهم رو ازش صرف نظر کنم، چیزهای خیلی خیلی مهم رو در ارتباط با فرصت‌های از دست رفته ایران بیان کنم و نه تاریخ کلی جنگ. در مورد عملیات‌های نظامی ایران، ایران بیش از 200 عملیات داشته. اگه اینا رو هر کدوم بخواید یک خطم توضیح بدید، کل زمان مستند طبیعتاً کم میاد. به عبارت دیگه شما فقط یک تعداد محدودی رو که یک ربط مستقیم تری پیدا میکنن به داستان انتخاب میکنید، اونم در این حد. مثلا بزرگترین شکست نظامی ایران در جنگ کربلای 4 بوده، این شده یک خط از کل نریشن من، چون بیشتر از این واقعا وقت پرداختن وجود نداشته. در مورد نقش کشورهای غربی در جاهای مختلف مستند اشاره شده. من حالا برای اینکه دقیق تر بگم، یک جاهایی رو از روی نریشن
در واقع یادآوری کنم. مثلا اینکه با توجه به اینکه وضعیت تسلیحاتی ایران و عراق نابرابر بود و چه بلایی سر ایران تو این جنگ داشت میومد، نقش آمریکا در تحریم‌های تسلیحاتی ایران توضیح داده شده. اینی که چطور 5 عضو دائم شورای امنیت، یعنی آمریکا، یعنی بریتانیا، یعنی شوروی، یعنی چین، یعنی فرانسه، اینا چطور برای تحریم همه جانبه ایران تلاش کردن توضیح داده شده. اینکه عراق چطور به تأسیسات نفتی و نفتکش‌های ایران حمله می‌کرد که شریان حیاتی ایران رو قطع کنه، ایران که سعی می‌کرد تلافی بکنه اون وقت با قدرت‌های جهانی و مشخصاً آمریکا روبرو می‌شد، اینا توضیح داده شده. به این خاطر که حالا اومده دیگه توی مستند کسایی که برای عراق نفت می‌بردن، کشتی‌هایی که می‌بردن پرچم آمریکا و شوروی رو می‌زدن، ایران وقتی که می‌خواست مقابله امس کنه یه دفعه درگیر می‌شد مثلا با ارتش آمریکا یا نیروی دریایی آمریکا. مثلا اون ویدیویی که توی مستند اومده که توش داره نشون میده آمریکایی‌ها دارن به یک سکو ایرانی هشدار میدن که یک دقیقه وقت دارید تخلیه کنید، و اون میگه که خب ما دستور نداریم، میگه خوشو 30 ثانیه. خب یعنی می‌خواد بکشه دیگه، یعنی نمی‌خواد اصلا وقت بده که تخلیه کنید، فقط می‌خواد بکشه. اینو کی قبلش دیده بوده جای دیگری؟ این که در واقع تو خلیج فارس چطور افزایش حضور نظامی آمریکایی یا به اینجایی میرسه که نهایتاً ایرباس ایرانی رو میزنن با 290 تا مسافر همشون رو میکشن، این توضیح داده شده. مخصوصاً در مورد بحث‌های مربوط به حملات شیمیایی عراق، یعنی اینکه چطور در واقع بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم تاریخ به یک منطقه شهری رو عراق برای سد کردن یک عملیات ایران تو کردستان عراق انجام میده، اینکه چطور 7 هفته شورای امنیت با هر 5 عضوش، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، شوروی و چین، هیچ موضعی نمیگیرن. بعدش هم موضعشون این بوده که خب هر دو طرف رو میخوان که مثلا احتیاط کنن، بیشتر استفاده نکنن سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های شیمیایی. و اینکه آمریکا چطور با وجود اینکه میدونست عراق بمباران شیمیایی انجام داده، ولی میگه خب هر دو طرف در این قضیه حلبچه مقصرن، همه اینا در این مستند توضیح داده شده. یک چیز دیگه هم هست. ببینید در کنار این مستند یک مستند دیگری هم داره آماده میشه، یعنی البته مستندیه که در واقع غربی هست داره دوبله میشه، که اون هم به زودی نشون داده خواهد شد از بی بی سی. اهمیتش به اینه که از زبان در واقع مسئولان و دستاندرکاران غربی داره بیان میشه، همونطور که داستان جنگ ایران از زبان دستاندرکاران ایرانی جنگ در واقع متقاعد کننده تر به نظر میرسه وقتی به خطاها اشاره میشه، اونورم همینه. اینم داره آماده میشه که در واقع به زودی نمایش داده خواهد شد. گذشته از این، ببینید من در مورد همین نکات، یعنی مثلا نقش دولت‌های غربی در جنگ، تا حالا زیاد چیز تولید کردم. مثلا فرض کنید که میخوام بگم مجموعه از چیزهایی که شاید مخاطبان داخل ایران در نشریات داخل ایران خوندن در مورد نقش کشورهای غربی در جنگ، اینا مطالب منه که بدون ذکر نویسنده دوستان برداشتن و منتشر کردن. منم اعتراضی ندارم، ولی خب به هر حال این رویه ظاهرا وجود داشته. مثلا شما فرض کنید راجع به همین بحث حمله شیمیایی عراق بعد از به اصطلاح ورود ایران به کردستان عراق و داستان حلبچه و اینها، مثلا من همون سال پیش همچین موقع در یه همچین روزه، یعنی 7 تیر 96، از مطلبی بسیار مفصل تحت عنوان اسناد همراهی آمریکا با حملات شیمیایی عراق علیه ایران منتشر کردم. 3 روز بعدش توی کیهان نکات اصلیش منتشر شد، ولی خب اسم نویسنده نداشت. کسی که نگاه میکنه نمیدونه که از کجا برداشته شده، ولی به هر حال این چیزا قبلا تولید شده. به طور کلی در این مستند به فکت ها اشاره شده، البته به همه چی مختصر اشاره شده، از جمله به فکت‌های مرتبط با نقش کشورهای خارجی. البته لحن طبیعتا مستند این نیست که بگیم که مثلا فرض کنید آمریکای جنایتکار این کارو کرد یا جمهوری اسلامی این جنایتی، که نه، این لحن‌ها در مستند مورد استفاده قرار نگرفته، ولی فکت‌های مرتبط با نقاط کلیدی جنگ توضیح داده شده. بریم سراغ شخصیت‌ها و سران حکومت که اون زمان درگیر ماجرای جنگ بودن. انتقاد شده که نقش محسن رضایی بسیار پررنگ بوده در این مستند و خیلی به هاشمی رفسنجانی نپرداختیم. ببینید به نقش هاشمی رفسنجانی که لابد منظور نقش منفیش هست دیگه، چون من دیدم که چون رو شبکه‌های اجتماعی دیدم از این زاویه گفتن چرا نگفتید که مثلا هاشمی رفسنجانی چه نقشی داشت در ادامه جنگ و اینها. ببینید مشخصا نقش هاشمی رفسنجانی در ادامه جنگ بعد از خرمشهر اشاره شده. اینکه هاشمی رفسنجانی بعد از خرمشهر حتی جا
جزو کسانی بود که تصویب کردند که نیروهای ایرانی برن لبنان و با اسرائیل درگیر بشن. حالا ولو اینکه حد درگیری اونها رو بعداً گفته باشه که من نمیدونستم حدش چقدره، ولی اینکه تصویب کردند که یک جنگ موازی رو در کنار جنگ عراق شروع کنن، این در مستند توضیح داده شده. اینی که چطور تصوراتی که در مقاطعی از جنگ داشته اشتباه بوده و مبتنی بر واقعیت نبوده، مثلا اونجایی که داره خطبه نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی قبل از عملیات ولفجر مقدماتی در واقع نشون داده میشه و توضیح داده میشه که اون میگه که این آخرین عملیات جنگه، در حالی که این اتفاق نمیفته و شکست بزرگ در واقع ایجاد میشه، این همه توضیح داده شده. اما لابد کسانی که این رو دارن میگن منظورشون اون قسمتایی هستش که به نقش هاشمی در پایان جنگ داره اشاره میکنه. خب اونها وجود داشته، این هم وجود داشته، و البته چون پگ در واقع داستان، یعنی بهانه داستان، 27 تیر بوده، یعنی سالگرد پذیرش قطعنامه بوده و در اون مقطع هاشمی فعالیت ویژه‌ای داشته، طبیعتاً این فعالیت‌ها نمی‌شد از داستان حذف بشه و اونها مورد اشاره قرار گرفته به صورت جدی. در مورد آقای محسن رضایی هم نکته جالب اینه، ببینید شما وقتی که چیز تلویزیونی می‌خواید بسازید، مثلا مستند یا فیلم یا هر چیزی، خیلی به تصاویر وابسته اید. بله. شاید آقای محسن رضایی اغراق نباشه اینطور بگیم که به تنهایی صحبت‌هایی که راجع به مقاطع حساس جنگ به صورت مصاحبه جلوی دوربین کرده، به تنهایی اندازه شاید مثلا بقیه فرماندهان جنگ باشه. طبیعتاً تصاویری که موجوده از او خیلی بیشتر هستش. در نقاط مختلف البته بسیاری از اینها استفاده نشده، ولی اونهایی که به داستان می‌خورده استفاده شده، به خاطر طبیعتاً وجود بیشتر اینجور مصاحبه‌ها. خب می‌فهمم که نسبت به بقیه سهم بیشتری داره، البته سهم او هم در جنگ بسیار جدی بوده، این رو هم نمیشه این کار کرد. اجازه بدید من یه تبصره باز کنم در مورد وقتی که ما داریم از نقش تصاویر صحبت میکنیم. در این مستند شما اگه دیده باشید فقط دو جا از در واقع روایت ارتشی‌ها استفاده شده، خیلی از روایت سپاهی‌ها و فرماندهان دیگر استفاده شده، دو جا فقط از روایت ارتشی‌هاست. واقعا اگر شما بخواید بگردید دنبال روایت ارتشی‌ها از جنگ، روایت ارتشی‌ها از نقاط حساس جنگ‌ها، وگرنه مصاحبه مثلا فرض کنید شبکه‌های تلویزیونی انجام دادن، مصاحبه‌ای که چیزی از در مورد در واقع سوالات جنگ از توش در نمیاد، مثلا آقای حسنی سعدی که جانشین صیاد شیرازی بوده، یعنی فرمانده نیروی زمینی بوده، جنگ باش تموم شده نشوندن، باش مصاحبه کردن، شما تو خونه کارخونه می‌کنید، به خانم کمک می‌کنید، نامه عاشقانه به خانم نوشتید، خب اینا بله، ولی در مورد جنگ و اون چیزایی که بالاخره این آدم صندوقچه اسرار یک بخشی از جنگ هست دیگه، شما واقعا باید به شدت بگردید یه چیزی پیدا کنید. جالبه که سه‌شنبه گذشته جلسه نقد و بررسی در تهران برگزار شده که در اون خب این مستند مشخص نمایش داده شده و مورد نقد قرار گرفته. جلسه بسیار خوبی بوده، نقدهای محترمانه بوده، نکات خوبی عنوان شده. فقط یکی از شرکت کنندگان واسه من جالب بود که در اون جلسه، خب من فیلمش رو میدیدم که روی در واقع لایو اینستا گذاشته بودن، همون دو تیکه‌ای که از ارتش استفاده شده به همون هم انتقاد کرده، یعنی انگار اون هم نباید میشده. من اگه بخوام اشاره بکنم ایشون اینطوری گفتن که مثلا دو نفر اینجا، یعنی توی این مستند از ارتش صحبت کردن، هر دوی اینها از نظر من بی صلاحیت ترین افراد و غیر قابل اعتماد ترین افراد برای صحبت در مورد جنگن. جای دیگه گفتن ارتش که هیچی، ارتش از نظر من تعطیل است، هر گونه استنادی به ارتش در جنگ ازش یک چیز خلافی در میآید. یا حتی این جاهایی که واقعا لفظ توهین‌آمیز میشه دیگه، مثلا اشاره به اختلافات سپاه ارتش شده و این آقا تو این جلسه گفتن که ارتش یک لشی بوده که سپاه اون رو دنبال خودش میکشیده. خب با این دید رفتن توی در واقع نقد جنگ، تحلیل جنگ، خب این که نگاه بی‌طرفانه از توش در نمیاد که، حالا گذشته از اینکه این لح توهین‌آمیز هست. اینا در واقع میشه بخش زیادی از روایت‌های حکومتی که تا کنون در شبکه‌های مختلف صدا و سیما هم در مورد جنگ منتشر شده. یعنی روایت‌هایی که مثلا شما فرض کنید، من حالا نمونه‌هایش رو می‌دیدم که تصاویری بود ولی کاملاً به بدنه مستند نمی‌خورد، در نتیجه اون تصاویر استفاده نشد. ولی مثلا فرض کنید که در مورد وقتی که خرمشهر داشته اشغال می‌شده، شما می‌بینید توی فیلم‌های مختلف تلویزیونی، سریال‌ها، انگار 10 تا تکاور دارن این دور و بر می‌پلکن در میان نیروهای مردمی، در حالی که خرمشهر، تکاورای نیروی دریایی تو خرمشهر 103 نفر کشته میدن، 290 نفرشون جانباز میشن. اینا رو شما در چند تا از روایت‌ها دیدید. این روایت‌ها به کرات گفته شده و به نظر میاد روایت‌های یک طرفه‌ای هستش. طبیعتاً
وقتی که شما میخواید یک چیزی هم بسازید راجع به جنگ، به شدت محدودیت دارید در اینکه تصاویر مرتبط رو بتونید پیدا کنید، چون واقعا کم در دسترس است. خب از تصاویر صحبت کردید، یکی از انتقادها یا بیشتر میتونم بگم شاید سوالها این بوده که اصلا منابعی که استفاده کردین چی بوده، و بیشتر مثلا حتی انتقاد کردن که چرا اینقدر منابع فقط منابع ایرانی بوده. آیا واقعا فقط ما از منابع ایران استفاده کردیم؟ بله. البته یک جاهایی از منابع غیر ایرانی استفاده شده، مشخصه تو مستند، ولی متمرکز روی منابع ایرانی این یک انتخابی بوده که صورت گرفته. ببینید شما در مثلا فرض کنید در مورد نقد جنگ، شما در خارج از ایران میتونید 10 تا مصاحبه شونده که مسئولیت هایی هم قبلا در ارتباط با جنگ داشتن پیدا بکنید که بالا تا پایین جنگ رو نقد بکنن. راحت تر هم هست دیگه، بالاخره تصاویر خیلی کیفیتش بهتره، میتونید دوربین رو بذارید رو در رو بگیرید. انتخابی صورت گرفت در هنگام ساختن این مستند که روایت مشخصا روایت کسانی باشه که جزء فرماندهان و تصمیم گیران و دستاندرکاران جنگ بودن و تا آخرش هم بودن، یعنی نه اینکه بعدن منتقدش مثلا شدن، کلیت جنگ رو هنوز دفاع میکنن، به این خاطر که حتی از زبون این افراد جنبه‌هایی از جنگ روشن میشه که ممکنه که برای طیف عظیمی از بیننده ها واقعا جدید باشه. در این مستند به طور کلی 25 برنامه تلویزیونی مختلف از شبکه های برنامه مختلف، نه برنامه تلویزیونی مختلف، از شبکه های مختلف داخلی مورد استفاده قرار گرفته، اهم از مستند، اهم از مصاحبه ها و چیزهای دیگه، و حالا گذشته از چیزایی که به هر حال از منابع خارجی هم مورد استفاده قرار گرفته. ببین من یه چیزی در اینجا بگم، یه چیزی حدود 7500 تا توییت در ارتباط با این مستند زده شد، یه چیزی حدود 1000 تاش خطاب به من بود، حالا یا مستقیم مثلا یا ریپلای کردن یا منشن کردن که اینا رو من اینا رو دیدم. طبیعتا به همه نمیتونم جواب بدم، سعی کردم جمع‌آوری بکنم. البته یک استثناء هست در مورد یکی از در واقع نقدها، من قبل از این برنامه مستقیم باید جواب میدادم، وظیفه‌ام بود که در مورد نقد آقای مصطفی حریری هست، سازنده توانای مستندهای اتاق جنگ و مستند 6 قسمتی نیمه خاموش که تصاویرش مورد استفاده قرار گرفته در این فیلم ما، من اونو باید مستقیم جواب میدادم که خب قبل از برنامه این کارو کردم، ولی اینو لازمه زمانی که از مستندهای مختلف اشاره شده در موردش یک توضیح رو بدم. توی این تعداد برنامه هایی که ذکر کردم از مصاحبه و مستند مورد استفاده قرار گرفتن، بعضی کمتر مورد استفاده قرار گرفتن، مثلا یه 12 ثانیه از مصاحبه آقای رحیم صفوی با برنامه دستخط شبکه 5 و یه 20 ثانیه از مصاحبه آقای شمخانی با برنامه دیروز امروز فردا، که اینا حد کمترین مقدارها بودن، تا بیشترین مقدارها که مستندهای آقای حریری بودن، یعنی یک 4 دقیقه و 27 ثانیه از مستند اتاق جنگ استفاده شده، از روایت ها داریم میگیم، از مصاحبه ها، و یک 3 دقیقه و 51 ثانیه از شماره های 2 تا 5 مستند 6 قسمتی نیمه خاموش. این بیشترین حدی بوده که در واقع مستندها استفاده شده، ولی به هر ترتیب این رو لازمه من تأکید بکنم که شما وقتی که در واقع یک چیز تصویری میخواهید بسازید، باز همونطور که گفتم متمرکزید رو پیدا کردن تصاویر مرتبط. معنیش نیست که اطلاعاتش رو هم از مثلا فرض کنید مستندهای ساخته شده میگیرید، کما اینکه به هر حال در سالهای گذشته من شاید 10,000 کلمه راجع به چیزهای مختلف جنگ منتشر کردم، و البته خب طبیعتاً شما از منابع داخلی مجبورید که به طور عمده استفاده کنید، به این خاطر که روایت ها در اونجا هستش، ولی خب وقتی که مستند میخواهید بسازید به طور طبیعی شما دنبال تصاویر مرتبط میگردید، یعنی اگر یک چیزی هست که قبلا گفته شده ولی حالا یک کسی داره به این جلوی دوربین اشاره میکنه، طبیعتاً میرید سراغ همون و از اون استفاده میکنید در کار تصویری. یکی از چیزا در مورد بیطرفی بوده و گفتن که پرسیدن که در واقع اگر که ادعای بیطرفی دارید، چرا تصویری که از ایران ارائه دادید تصویر یک کشور جنگ طلب و از طرفی شکست خورده است؟ واقعا اینطوری بوده؟ نه ببینید، ما در مورد خود خدمت شما عرض شود که قطعنامه 598 و پذیرشش، زمانی که پذیرفته میشه روایت آیت الله خمینی، یعنی توضیح آقای خمینی یا تفسیر آقای خمینی از این داستان، نوشیدن جام زهره، که این دیگه میچسبه به تاریخ، یعنی دیگه حالا همه تحلیلای بعدیش که نه
خب آخر جنگ زمانی که ایران قطعنامه رو پذیرفت نه اینطور نبود، وضعیت خوب بود، اینا دیگه بحث ثانویه داستان. اون چیزی که چسبیده به تاریخ توصیف آیت الله خمینیه، مشخصه که آخر جنگ چجوری تموم شده جنگ. اما اتفاقا این مستند داره توضیح میده که این تمام روایت جنگ نیست. ایران در این جنگ شکست خورده نبود، ایران در این جنگ پیروز شده بود، در مقاطع مختلفی هم میتونست با همین پیروزی جنگ رو تموم کنه، اما تصمیمات سیاسی غلطی باعث شد که برسه به داستان، به جام زهر. به عبارت دیگه انگار ما در راجع به این صحبت نمی کنیم که این جام زهر که 67 نوشیده شد حالا میتونه 61 نوشیده بشه، یا اینکه میتونه 60... نه اینطور نیست. 61 اگر جنگ تموم میشد توصیفش میشد یک پیروزی بسیار بزرگ، و لابد اگر آقای خمینی اون وقت میخواست پیامی بده، پیامش این میشد که به ما حمله کردن، دفاع کردیم، عقب روندیم، زدیم لهشون کردیم. 67 بود که قضیه به اینجا کشید. اینی که در واقع این مستند میخواد بگه ایران همش دنبال ادامه جنگم بوده، نه اینطور نیست. مقاطعی که جنگ رو ادامه داده رو داره نشون میده، مقاطعی که غیر از این بوده رو هم نشون میده. یعنی مثلا در مورد شخص آیت الله خمینی، خب تصمیم ادامه جنگ میگیره، ولی خب این در مستند کاملا توضیح داده شده که بعد از خرمشهر شک داشته که باید این کارو بکنیم یا نه، با مکافات متقاعدش میکنن و نهایتا تصمیم میگیره. در خود مستند ذکر شده که وقتی نیروها میرن لبنان، میگه خون از دماغ اینا بیاد مسئولیت قبول نمیکنن، برشون میگردونه. یعنی در مورد آیت الله خمینی هر دو جنبه تصمیماتش نشون داده شده، در مورد بقیه مسئولان هم کما پیش همینه، که البته به هر حال نهایتا میرسه به فضایی که پذیرش قطعنامه در شرایط مناسبی در واقع صورت نمیگیره. یک نکته رو من اجازه بدید به صورت کوتاه بهش اشاره بکنم. برای من میگید مختصر کوتاه. خیلی شرمندم. من دیدم که در واقع در منابع داخلی بعد از اینکه این مستند منتشر شده، چیزایی که در این مستند گفته نشده به عنوان چیزایی که در مستند مطرح شده عنوان شده و بعد مفصل نقد شده. مثلا اینکه چرا مستند گفته که در واقع بعد از خرمشهر به ایران غرامت میدادن، ایران قبول نمیکرده چون جنگ طلب بوده. در کجای مستند این گفته شده؟ در این مستند هم چیزی گفته نشده که این همه نقدای مفصل در این زاویه نوشته شده، و کسانی هم دیدم که به هر حال در شبکه‌های اجتماعی به اینا رجوع کردن. اگر کسانی که در واقع منتقد تجربه جنگ هستن از اون زاویه من انتقاد کنم، واردتره که بگن چرا این فقره رو تو در مستندت برجسته نکردی، که دلیلش این بوده که من جزء اتفاقات عمده بعد از در واقع آزادسازی خرمشهر متقاعد نشدم که این پیشنهاد، که البته به صورت شفاهی گفته شده بوده، به صورت یک پیشنهاد مدون به ایران ارائه شده. در نتیجه بین فکت‌های مختلف که حالا باید مهم‌ترین‌ها رو انتخاب می‌کردیم، این در مستند مورد اشاره قرار نگرفته. اگرچه اگر کسی من انتقاد کنه که چرا نکردی، این انتقاد می‌تونه وارد باشه. خب این مصاحبه تقریبا داره تمام میشه، فقط اگر در دو سه جمله بخواید به قول معروف حرف دل خودتون رو بزنید و آنچه دل تنگتون می‌خواد بگین تو دو سه جمله می‌تونید. من اجازه بدید چند تا انتقاد به مستند خودمون رو مطرح بکنم. یکیشون در واقع این هستش که یک کاربری در واقع یک توییتی زده بودن که این لابلا گم و گور شده بود، ولی خب نکته مهمی بود. گفتن که شما در مستند علی خرم، یکی از دیپلمات‌های ایرانی رو دارید به عنوان در واقع رئیس وقت دفتر اروپایی ایران توی سازمان ملل معرفی می‌کنید. رئیس وقت نباید بگید، بگید رئیس سابق. درسته انتقادشون، چون بعداً به این سمت انتخاب میشه. من تاونقد ازشون تشکر میکنم و این انتقاد وارده. یک جای دیگهش در واقع تو مستند من دارم اشاره میکنم به جاهایی که عراق خودش مجبور میشه بعد از خرمشهر تخلیه کنه. گفتم سومار، قصر شیرین، ایلام، یک جمله مفصلی بوده که هی ازش حذف شده، و اون قسمت ایلامش این بوده، در واقع مهران در استان ایلام، چون بقیه هم استان ها اومده بوده هست، مهران در استان ایلام، اون در واقع این وسط اشتباها شد ایلام. البته به عنوان استان ایلام حرف درسته، ولی به عنوان شهر ایلام میتونه ایجاد سوء تفاهم کنه. اینو هیچ کس در واقع مطرح نکرده، ولی اجازه بدید من این رو خودم اشاره کنم. و یک انتقاد آخری که به کار خودمون میتونم مطرح کنم اینه که ما منابع رو که ذکر کردیم، گفتیم که مثلا این مستند، این مصاحبه در این شبکه، اینو ذکر کردیم. اگر یک بار دیگه بخوام من این کار رو بکنم، غیر از این که نام شبکه رو ذکر میکنیم و نام برنامه رو ذکر میکنیم، نام سازنده رو هم به نظر من درست‌تر بود که ذکر میکردیم. ما برای اینکه حالا اون قسمتی که داره ریفرنس ذکر میشه خلاصه تر بشه، به اون دو قلم بسنده کردیم، ولی به نظر من اگر بخوایم کار دیگری بکنیم در آینده، حتما لازمه که نام فردی هم که اون مصاحبه رو انجام داده یا مستند رو ساخته جداگانه ذکر بشه.
در حال خسته نباشید. ممنون حسین باستانی، تهیه کننده و سازنده مستند جام زهر، فرصتی که ایران از دست داد.